هموطنان عزیز، سلام و درود. خبر می رسد که در ولایت نیمروز بین یک گروه از قوتهای مشترک طالبان و جبهه مقاومت علیه طالبان درگیری های در جریان است. طالبان گفتند که این داعش است، چیزی به نام داعش در منطقه نیست، قوتهای تازه شکل گرفته مقاومت است از گوشه و کنار افغانستان علیه طالبان حال جان بیشتر گرفتن و یک تعداد از طالبان هم با اونا ظاهرا همسو هستند، در جریان است. همزمان ما به یک مکتوب دست پیدا کردیم که این مکتوب من بر شما نشان میتونم و که قول اردوی 209 الفتح، البته شفر شماره 89 را از اپراسیون ستاد کل ارتش طالبا تکثیر کرده و او گفته که جلب و جذب سران جبهه مقاومت برای بغاوت در کشور در شهر مشهد ایران در جریان است. جناب سید لقمان، دیپلمات و آگاه مسائل کل منطقه، در این بحث با ما است و این مسائل را دنبال کرده و از ازشان سوال اول مطرح میکنم که ای در این مکتوب اپراسیون ستاد کل دقیقا چی گفته شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، به جناب شما و تمامی بینندگان محترم السلام علیکم و رحمت الله برکاته. جناب محمود، هدف اساسی و بنیادی تسلیم دهی جمهوریت به افغانستان یکی از پوینت‌های بسیار حساسی و بنیادی قضیه به اصطلاح ایران است که ایران چطور بتونن از جوانب مختلف و از جوانب متنوع اینا را دگرگون بسازن، امنیتش مخدوش بسازن و بتونن ایران را امی قدرت و صلابت را که داره ایر از بین ببرن. و شما ایر بهتر میدارین که کشورهای متعددی بر علیه ایران سال هاست، مدت 40-45 سال بعد از اینکه انقلاب جمهوری اسلامی موفق میشه، بر ضد ایران فعالیت های یعنی گوناگونی را در مقاطع زمانی داشته، هم از نظر تحریم ها و هم از نظر جنگ هایی که ایران و عراق، هم از نظر تبلیغات و هم از نظر استخباراتی و هم از نظر سیاسی و منطقوی. بنان ولی پالیسی جمهوری اسلامی ایران در حقیقت ای است که هیچ گاهی نمیخواید جنگ در سرحدات خودش بروز بکنه، چنانچه شاهد است. اول محتوای مکتوب مخفی که طالبان ما میرسیم به دست آوردیم چی است؟ یعنی در متن مکتوب دقیقا چی میگه؟ یعنی جناب ماموس ایجا امی متن مکتوب بمی قضیه چون یک سابقه بسیار مختصر را خدمت ارائه کردم که ایران بالاخره بنابر این تاریخ مختصر را که گفتم تحت یک فشار بسیار جدی و بسیار اساسی قرار گرفته، به خاطر اینکه حضور طالبان در افغانستان بنیاد اساسی یا هدف اساسیش تخریب ایران است. بنابراین ایران مجبور شد در طول 2 سال بازی های خود را کرد با نظام طالبان، از هر بود، از بود خدماتی، از بود تبلیغاتی، استخباراتی و حتی در سقوط جمهوریت نقش داشت، اما اجزا هیچ مؤثر تمام نشد. بالاخره و شما هم و تعداد دیگه از مبصرین سیاسی در این مورد صحبت هایی را داشتن که ایران بالاخره دست به کار میشه، چرا که دفاع از منافع ملی ایران یک قضیه اساسی است که تمام مردم ایران در این موضوع بسیج هستند. بالاخره حرکت های مخفی طالبا و سربازگیری طالبا و ای که انتقالات طالبا در حدود مرز ایران هیچ یک چیز مخفی نیست و حرکت هایی که مانند آب و غیر سرحدات و اختلافات، این حرکت های نمایشی است و در حقیقت در عقب این موضوعات استخباراتی بسیار بزرگ قرار داره و ایران بالاخره مجبور و مکلف شد که دست به کار شوه و به خاطر دفاع از خود و به خاطر دفاع از امنیت خود تعدادی از جوانای افغانستان را که در اونجا هم از نظر حربی و هم از نظر نظامی اینا یعنی ورزیده با تجربه و در میادین جنگی هم اینا تجربه جنگی دارن، اینا را بسیار به شکل خوبش به شکل بسیار امو یعنی در قالب جنگ و در قالب امنیت و در قالب موضوعاتی که از نظر امنیتی ضرورت است اینا جنبندی کرده و فعلا به جنگ بر علیه نظام طالبان
ای را بسیج میکنه و ای سرآغاز ای قضیه است، ای سرآغاز ای معضل است. بنابراین طالبا یا رژیم طالبا از نظر استخباراتی، از نظر اپراتیفی گپ میفهمه که در جمهوری اسلامی ایران چی روان است بر علیه اینا. یکی شبکه های دیپلماسی است که در دیپلماسی اینا با هم دیگر توفه میتن، توفه میگیرن. ولی ما بر اولین بار است که مکتوب رسمی از وزارت دفاع طالب بروز میکنه، به اصطلاح افشا میشه، که در اونجا نام غلام ربانی ربانی از چهرهای سرشناس قندوز ذکر کرده، که یعنی تحت رهبری ربانی بغاوتگران و جوانان نظامیان سابق در مشهد بسیج میشن، به شمال کشور روان میشن. ای اولین بار است که طالبا به طور رسمی، البته خب این مکتوب سری بود که افشا شد. جناب محمود صاحب، شما میدونید که اکثریت نظامی های افغانستان برای که ایران به افغانستان هم سرحد و هم حدود است به اوج انتقال شدن و به خاطر ترس جان خود، به خاطر از اینکه اینا کشته نشوند و حزب فیزیکی نشوند، به خاطر حفظ عزت و آبروی خود، اکثریت یعنی قاطع نظامی های سابق به ایران پناهنده شدند. چون پاکستان محل خود طالبا بود، در اونجا نرفتن و اکثریتی که در غربم رفتن و کسایی بودن که مقامات بودن که اونا عقیده به جنگ و با مبارزه با طالب را نداشتن. در زمان جمهوریت هم دست طالبا بودن. بنابراین کسایی که در ایران رفتن اکثریت کسایی هستند که اینا بر ضد تفکر طالبانی هستند و اینا برخی ها قبلا هم در جبهه مقاومت اول بر ضد طالبا جنگیدن و از نظر فکری و از نظر ایدئولوژیکی کاملا اهداف طالبا را درک میکنن. اینا اکثریتشان در ایران مستقر هستند و ایران در این مقطع زمانی این فرصت را به اصطلاح به طالبا داد که از نظر سیاسی اینا چه میکنن. ایدال ایجا دو قضیه باعث شده که طالبا به صراحت مکتوب را به شکل رسمی نشر بکنه. یکی ای که آل فعلا منافع خود امی اساکر و کسایی که در جبهه مقاومت هستند به هر شکلی که هستند، اینا در اوج بسیج هستن و اینا انگیزه جنگی بسیار کامل به ضد طالب دارن و از طرف دیگه ایرانی ها هم این زمینه رو برشان مساعد میسازن که مجبور و مکلف هستن که از افغانستان در افغانستان بیاین و عملیات خود بر علیه طالب که البته عملیات های نظامی هست اینا آغاز بکنن. طالب ها به این موضوع آل پی بردن و به شکل صراحت میخواین که تمام مردم آگاه بسازن که ما در این یک وضعیت قرار داریم و بالاخره اوج طبیعتا از نظر استخباراتی اینا معلومات کامل دارن که چه تعدادی و به کدام شکل اینا بسیج میشه، به کدام شکل اینا انگیزه داده میشه و کدام شکل اینا به طرف افغانستان سوق داده میشه و آغازش امون نمروز و هرات و ولایت هاست که با ایران هم سرحد است. این یک تبعیض و از نظر امو جیو استراتژیک هم ایجاب میکنه که جنگ از آغاز و از نمروز آغاز شود. در اونجا غیر از نظامی ها حتی تا سرحد جنرال ها، برخی رهبرای سیاسی و وزیران دوره جمهوری هم هستند، رهبران مجاهدین هم یک کم و بیش هستن، مثلا از جمله اسماعیل خان. اونا چی کار میکنن؟ امیر سید اسماعیل خان، جناب محمود، از روزی که در روز فیصله سکونت داره بعد از جمهوریت، همیشه به شکل یعنی دراماتیک و به شکل بدون وقفه در تپ و تلاشی است که افغانستان چطور نجات بده یا مسئولیت خود در حوزه هرات که داره باید چطور ادا بکنه. امیر سید اسماعیل خان تلاش های بی حد و بی حصر هم با مقامات ایرانی داشته، هم با مقامات افغانی داشته و یک چتر فعلا در ایران است. امیر سید اسماعیل خان یک چتر بسیار بزرگ برای مجاهدین و برای کسایی که در جبهه مقاومت جدید می پیوندن ای وجود داره و در اونجا فعالیت داره، هم از نظر لوجستیکی و هم از نظر انگیزه دهی و هم از نظر عملی. بنابراین امیر سید اسماعیل خان با تعداد زیادی از جنرالایی که شما تذکر دادین و تعداد زیادی از کسایی که بر ضد طالب هستند، یعنی ولو که نظامی هم نیستن و از نظر سیاسی و از نظر ایدئولوژیکی اینا ضد طالب هستن و اهداف طالب را درک میکنن و با هیچ به اصطلاح وجه با طالب همسویی ندارن، اینا در پهلوی امیر سید اسماعیل خان هستن. یکی اگر مستقیما تحت اداره امیر سید اسماعیل خان باشن یا غیر مستقیم باشن یا هر کسی به شکل خودش به شکل مستقلانه میخوان که یک جبهه را تشکیل بدن، در اونجا امی امکانات هست که اینا را پذیرایی بکنه و اینا را تمجید بکنه و به افغانستان سوق بده. به خاطر از اینکه اینجا خود دو قضیه از جناب محمود، یکی این که خود عملکرد طالب هر کسی به اصطلاح به این
فرصت یعنی متوجه بود که طالب در دو سال چی میکنه. شما میبینیم که طالب هیچ نوع پذیرشی را به خاطر تفاهم سیاسی، به خاطر موضوعات فرهنگی، موضوعاتی که مثلا مردم به او زندگی آرام داشته باشند، یا حداقل انتخابات باشه، یا حداقل یک افغانستان، مردم افغانستان از خود بدانند، طالب به هیچ چیزی اینا به هیچ چیزا توجه نکردند، برعکس بر وحشت و خشونت خود ادامه دادن و برعکس این موضوع افزایش دادن، این را گسترش دادن. بالاخره اینا نیروهای زیادی بر ضد طالب در نهی که در ایران، حتی در پاکستان، در کشورهای آسیای میانه، در ترکیه، اینا فعلا به یک تحریکی که به نتیجه جنگ فیزیکی و جنگ البته نظامی است، اینا به این نتیجه رسیدن که طالب در گروهی نیست که تفاهم بکنه، گروهی نیست که اینا از نظر فشارهای منطقوی یا فشارهایی که به تن بتن، بالاخره بسیار مجبور خوب، و مکلف هستن که جنگ باید بکنن. بسیار خوب. اینجا ما امروز یک خبر دیگه داریم، حالا که ما خبر جدید میگیم که از نیمروز و جنگ آغاز شده و علیه طالبا، البته جنگ بسیار گسترده نیست، نخستین یک جنگ مثلا جنگ مقاومتی ها و همکاران طالبشان است که اینا تحت نام داعش او را سرشان حمله کردند، اما در عین روز مقامات ایران اعلام کردند که به همکاری طالبان، به همکاری اطلاعاتی طالبان، ما یک حمله داعش را در داخل ایران خونسا کردیم. یعنی ایران اینطور میگه، در ظاهرن مکتوب طالبان که ارسال شده از اپراسیون استردرستیز ایتور میگه که اونجا بسیج بغاوتگران، نظامیان سابق، جوانا را ثبت نام میکنن، پیوسته به شمال روان کرده روان هستند. و ایران میگه که طالب با ما همکار است، یعنی در فلانی جای داعش هجوم میکرد و کمک طالبان ما خونسا کردیم. ای چطور ما سر و تای قضیه را میتونیم به هم بیاریم؟ جناب محمود، ایران یک بازیگر بسیار با تجربه در قضیه افغانستان است و در حوالی کشورهای منطقه و حوزه افغانستان است. ایران با این قضیه مطلقاً بازی میکنه، یک بازی استخباراتی، یک بازی زبانی و تبلیغاتی است. ایران تمام قضایا را میدانه که طالب به خاطر چی در افغانستان مستقر است و چی میخواد و چی بران، اینا وقت کشی میکنه. طالب میخواد که طالب ایران میخواد که طالب را که تو به شکل بسیار مستقیم یا دایرکت متوجه به خود نسازد، بازی خود را ادامه میده و به می بازی وقت کشی میکنه. در این وقت نبض طالب را هم زیر نگین داره. اینا از نظر فشار، امی مکتوبی را که طالب ها صادر کردن یا وزارت دفاع طالب ها صادر کرده، یه خودش نشان دهنده ای است که طالب ایرانی ها دست به کار هستند از نظر استخباراتی و بازی میکنن با لابیگری های طالبان، یعنی بازی میکنن در حقیقت با سطح پاکستان، با سطح کشورهایی که در عقب طالبان قرار دارن. از یک طرف موضوع داعش که اصلا وجود نداره، ایرا کوشش میکنن که گوشزد عام خاص بسازن تا اینکه از نظر تبلیغاتی اینا بتونن جلب توجه طالب را به خود داشته باشن. از طرف دیگه اینا در گروه طالبان طرفدارای را هم دارن و نمیخواین که اونا را مغازرده بسازن. به این خاطر است کوشش میکنن که یک رقم خط سوم یا گویا که داعش که اصلا وجود نداره ایره در رخ اونا پیشکش بکنه تا ای که اینا بتونن یک استدلال را داشته باشن به خاطر یا توجیه را به خاطر جنگ خود داشته باشن. ما بسیار جناب کاملا این یک بازی استخباراتی و تبلیغاتی میتونم، این هیچ حقیقت نداره، ولی جنگ حقیقت داره که در نیمروز جبهه مقاومت بر ضد طالبان یا طالب بر اونا حمله کرده یا هر کسی حمله کرده، این جنگ وجود داره. و بالاخره ما شما چند وقت پیش وقتی که خلیلزاد گفت که ما شما برن دیگه چرا افغانستان نمیرین و امریکا برای شما هیچ اصلا کدام اهمیت قائل نیست یا شما دیگه همون پروسیتون ختم است، این خودش اعلان جنگ از غیر مستقیم در نظر مفهوم مخالف اعلان جنگ بود که شما برن دیگه جنگ بکنید، معنایش این میتونه چیز بود. جناب بله، خب حالا در ایران از بین 10 هزار نفری که اونجا پناه بردن، افراد از مقاومتی ها هستند، نظامیان دوره جمهوری هستند، جهادی های سابق هستند و در این حال قطعات فاطمیون، قطعات ریزرف در اونجا هستند. یعنی به این ترتیب ما با چه یک سناریوی مواجه میشیم در ماهای بعدی، طوری که دیده میشه وقتی که جنگ ها گسترش پیدا کرده علیه طالب؟
و از شمال و جنوب و از جنوب و غرب مسائل، یعنی این قوت ها وقت اسماعیل خان هم که شما گفتین، اینا چی کار میکنن؟ از کجا وارد میشن؟ یعنی واقعا اینا دست به ایجاد یک جبهه مسلحانه زدن، یا ای که مذاکرات، یعنی به سلام میانجیگری ایران بین اینا و طالبا هم صورت داده میشه گاه گاه؟ مثلا از جمله 2 هفته پیش احمد مسعود به ایران بود و همیتو چیزهای بود، یک رشته مذاکرات تفاهمهای ظاهرا با طالبان که جزئیاتش پخش شد، اما جزئیات مسخره ای بود. یعنی اصل بازی در کجا است؟ یعنی جناب محمود صاحب، محور ایجاد خط قرمز منافع و مصالح ایران است. خط قرمز یا خط اساسی و بنیادی ایران، اینجا منافع خود را میبینه، خصوصا منافع امنیتی خود تحت یک فشار بسیار بزرگ قرار داره، هم از طرف آذربایجان، هم از طرف عراق، اوجا بیس امریکایی وجود داره، و هم از طرف افغانستان که به شکل بسیار وسیع، یعنی یک بارگی طالبان مسلط شدن و برای ایران مشکلات را چکرد. بنابراین در اینجا دو بود دارد جناب مروسی. ایران از بود بین‌المللی هم ولی فعلا با روسیه است و در جنگ‌های اوکراین هم دست بالایی داره و امو رونمایی یا قوت اقتدار تکنیک های نظامی ایران، خصوصا تحقیقات هایی که استفاده کردن، ای تمام جهان به این قضیه جلب کرده که ایران یک قدرت عادی نیست. ایران یک قدرت منطقوی است، هم از نظر اسلحه، هم از نظر بازی های دیپلماسی و هم از نظر بازی های استخباراتی. بنابراین اگر در اینجا امریکا، چنانچه شما در ایران هستین، چند وقت پیش یک مقدار چراغ سبز با ایران بسیار اندک اینا پیشکش کردن و مقدار تحریم ها را برطرف کردن، اگر امریکا در قضیه طالب و قضیه افغانستان با اینا دیل بکنن، یعنی تعامل بکنن، یک طرف قضیه است. ایره به سطح بین المللی میخوای مطرح بشه و یکی موضوع داخلی است. موضوع داخلی رو اینا متوجه هستند در داخل چی جریان داره، و در داخل قسمی که شما تذکر دادین، اوجا نیروهای زیاد ضد طالبانی در ایران مستقر است و نیروهای فاطمی است، زینب یونس و حسین یونس و نیروهای دیگه ایم است. اینا با یک ریزرف هستند، به حالت ریزرف قرار دارند، و اگر ایران دست به کار شود به شکل جدی و ضد طالب، ایران تجربه بسیار کافی داره و تجربه بسیار نظامی بزرگ در سطح افغانستان و هم نظر استخباراتی داره. ایران میتونه که سرنوشت طالبان را دیگرگون بکنه بسیار به زودترین فرصت. یعنی و این جنگ یعنی شما اشاره کردین که ممکن است بین امریکا و ایران بر سر طالبان یک رشته، یعنی سازش های وجود داشته باشد. یعنی این چیز چقدر میتونه مقرون به واقع باشد در یک وضعیت، خصوصا که رویاروی ایران در خاور میانه در عراق و سوریه با امریکایا به اصطلاح کاملا در یک حالت بحرانی قرار داره. یعنی دو جبهه کاملا تقابل و نزدیک به جنگ است، و در بحث افغانستان بر سر طالبان میتونه کدام سازش وجود داشته باشه؟ این سازش فایدهش برای امریکا چی خواهد بود؟ جناب محمود صاحب، موضوع فشار است و امریکا یک کشور بازیگر است که امریکا در بازی های سیاسی و دیپلماسی تجربه دارد، و وقتی که فشار وارد میشه، امریکا علل فور دست به کار میشه و عکس العمل را نشان میده که اصلا انسان توقع نمیکنه. هیچ قضایی رخ داده در سطح جهان، ایران عین این نمونه است. و دوم چیزی که هدف اساسی امریکا این است که ایران هم منزوی بسازه از روسیه، یعنی از روسیه ایره دور بسازد، و یگانه راه دور ساختن ایران اینمی است که از در تعامل پیش برد. به خاطر از اینکه جناب محمود، نزدیکی شوروی یا روسیه و ایران بسیار برای امریکا خطرناک است. چرا؟ ایران در یکی در لبنان، در سوریه، در یمن، در عراق، در افغانستان نفوذهای خود داره و همچنان پیرو یک از مذاهب بزرگ دوم اسلامی که اهل تشیع است از نظر ایدئولوژیکی میتونه که اینا رو بسیج بکنن، و در عین وقت فدراتیو روسیه یا که کشورهای اسلامی را که داره مثل داغستان و مثل چیچن و اینا، میتونه که ایران با ضد امریکا از این قوتهای اسلامی به منحیث یک لشکری بسیار بزرگ استفاده بکنه بر ضد غرب. و اگر این کار ایران بکنه و
امریکا از موضوعات ایدئولوژیکی بسیار حراس داره، میفهمه که اگر جنگ اسلامی و ایدئولوژیکی باشه دیگه منافع امریکا را در این منطقه به خطر مواجه میسازه، بنان دست به تعامل میزنه و این دور ساختن ایران از امریکا است، از شوروی است. و اگر در این موضوع ببینیم که در آینده چه پاسخ یا چه نتیجه ما میگیریم، که اگر امریکا به یک سیاست هم موفق شد، طبیعتا ایران هم یک بازیگر بسیار پخته است، خصوصا در قضای تعامل با امریکا. این 40-45 سال بعد است که جمهوری اسلامی ایران موفق میشه، از اون وقت مبارزات امریکا با ایران آغاز شده. اینا هم تجربه بسیار بله بله تاثیر بسیار گسترده در سطح بین المللی البته دارن و هم در سطح منطقوی بنام بله دیده شود. که اما جناب ماموس چیزی را فراموش نکنیم که فشار منافع یک چیزی است که بازو میتونه تمام استراتژی را تغییر بده در یک لحظه، در یک شب تغییر بده، در یک روز تغییر بده. اینا رو ببینیم که در جنگ اوکراین خوب شما مشاهده میکنیم که ایران روسیه یعنی چی است، موفق است، ایران موفق شده، روسیه متحدینشان هم که از او جمله ایران است، ولی قوات ناتو ناکام هستند. بنان ممکن است که در یک تعامل بزرگ، و من یقین دارم که ایران به این سادگی تسلیم به قضايا نمیشه، چون ایران میفهمه. ولی اگر ایران مطمئن باشه که دیگر غرب و ایران دشمنی به شکلی که اینا در پلان خود دارن نمیکنه، در اون صورت ممکن است که یک تعامل بکنه که درست است ما از روسیه دور میشیم، ولی ما این چیزا را میخوایم منافع، چرا هر کس به خاطر منافع خود جنگ و جدال میکنه. بسیار خوب. خب اینجا در مراسله ستاد کل ارتش طالبان اینطور یک محتوا را ما بیان کردیم که هشدار داده از بسیج مقاومتی ها به نام بغاوتگرا یاد شده که ثبت نام شده میرن وارد افغانستان میشه، و از یک سو ما با یک ضد حمله اینطور مرتبط با این قضیه مواجه هستیم که لنسی گراهام سناتور معروف امریکایی از وزارت خارجه امریکا خواست که به مارشال دوستم ویزا بتن که بره به امریکا و کار به اصطلاح یک طرفه کردن جنگ با طالبان را تدارک بکنه. یعنی بین این مراسله ستاد ارتش طالبان که در مشهد ای تو یک گبروان است و بین دعوت لنسی گراهام از مارشال دوستم چی ارتباطی بوده میتونه؟ ببین جناب محمود، دمی طول یک هفته حوادث جدیدی به افغانستان رخ داد. یکی اینمی قضیه است که بار اول یک سناتور مطرح در امور افغانستان در کانگرس امریکا این قضیه را مطرح ساخته و این یک فشاری است که بالای طالبا وارد می سازد. و مارشال دوستم یک شخص مجرب جنگی است و نقش خود داره و همین لازم اگر بخواید جنگ بکنه میتونه که سرنوشت طالبا را بسیار دگرگون بسازد. و از طرف دیگر جناب محمود، شما در جریان هستین که احمد مسعود به روسیه سفر کرد و با معاون پارلمان روسیه یعنی رئیس حزب عدالت اونجا ملاقات داشتن. این هم یک فشار است که از دو بود اینجا فشار بالای طالبان وارد میشه و این خودش بازم از یک طرف بازی است، از طرف دیگر اینا زمینه سازی میکنن یا گویا فشار را بالای طالب وارد میکنن که طالب امو سیاست اصلی خود را یا امو پیام اصلی خود را به جهان وارد بسند، چرا که اینها از هر بودی که مطالبه میگیریم طالب در حالت شکست قرار دارد. یکی در ظاهر امنیتی تانستن کنترل داشته باشند و کنترل هم به خاطر عوام الناس داشته باشند نه به خاطر خواص الناس. این مطرح همی کنترولم کشورهای منطقه کمک کرده، ایران کمک کرده، چین کمک کرده، روسیه کمک کرده و خود امریکا و ملل متحد که پول میتن، کل جهان کمک کرده طالب. دقیقاً اینجا همین مشکل اساسی جناب محمود سرامی است که جهان یک در یک محاسبه نادرست با طالبان در جریان هستند. ما شما همین عنصر طالب هم میدانیم، درک میکنیم. 5 سال قبلی که در سال 1994 تا 2001 بودن طالب ما ماهیتاً میدانیم طالب یعنی چی. وقتی که ما مردم افغانستان طالب میدانیم، جهانیان در روی منافع خود با طالب تعامل دارند، نه به خاطر دلسوزی با افغانستان، نجات افغانستان. بنابراین طالب یک گروهی است، یک عنصری است که به هیچ وجه و حتی ظرفیتش هم نداره که درک کنه در جهان چی جریان داره. درست است که در کشمکش های استخباراتی بین کشورهای منطقه و کشورهای با قدرت جهان طالب حال مطرح بحث شده، اما طالب ظرفیت اینمی دیپلماسی و اینمی کشف استخباراتی قضایا را نداره. طالب فقط یک چیز را میفهمه که بره در یک جای مسلک و خود را بکشه و طرف مقابلم
با وحشت ترین شکل به قتل برساند. طالب نه از نظر سیاسی منافع خود درک میکنه و نه از نظر استخباراتی. طالب کل کار و بارش از هم و غم جنگ است، کشتن است. بینمی مهارت دارد، بینمی تجربه دارد، ولی در عین وقت برای طالب ها بسیار فرصت عظیم و بزرگ دست داد که اینا در طول 2 سال میتونستند بسیار، یعنی یک سیاست را اتخاذ بکنند که او هم بقای اینا را ضمانت بکنه و هم بتونه کشورهای منطقه را از خود راضی بسازه و هم بتونه با جهان به یک شکل تعامل بکنه. طالب از دیگه طالب ببینید که روز به روز فشار خب خودش یعنی سرها است. به این ترتیب آل فشارهایی که می آید، فشار از طرف روسیه آمد که سفر احمد مسعود بود، این تغییر روی کرد روسیه را نشان می داد. و این طرف در مشهد تقریبا مقاومتی ها نظامی های سابق فاطمیون اونجا هستند و حتی طالبان ایرانی که از حوزه جنوب غرب است بله اونجا بله مستقر هستند. و یه حساب فشاری که بالای طالب می آید، آیا اینا را تغییر میده، به تغییر موضع وادار میکنه، یا ای که منجر به ایجاد شق و شکاف در صفوفشان میشه؟ جناب محمود صاحب، تجربه ماضی نشان میده که طالب به فشار هیچ تاثیر بالایش ندارد، چون طالب یک نیروی است که برای کشتن و قتل خودشان آماده است. نه متاسفانه طالب یک گروهی است که هیچگاهی در این قضایا توجه نکرده و نمیکنند، ولی اگر کسایی که در حمایت طالب قرار دارند و اونا نفوذ کامل دارند مثل پاکستان، میتونه که طالب را به این قناعتشان فراهم بسازه که تا در تعامل باز بکنند. یکی دومی که صف طالب ها امی لحظه جناب ماموس بسیار متفرق است، بسیار اختلافات شدید در بین خودشان وجود دارد. شما در صحبت های مقامات طالب ها میشنوین که در تصمیم گیری موقف به خانم ها، تحصیل خانم ها، کار کردن خانم ها و دیگر قضایای اینا اختلافات خود به شکل واضح و صریح بیان میکنند. حتی تعداد از مقاماتشان به عدم موجودیت رهبر به اصطلاح ملا هیبت الله یا کرنل هیبت الله هم اینا تاکید میکنند که وجود نداره. اختلافاتشان بسیار به شکل سریع حال دیده میشه و از نظر عملی، از نظر تبلیغاتی، ولی اینمی اختلافات در داخل طالب ها بسیار عالی به شکل وسیع و گسترده به شکل پهناور امروز نشر و پخش میشه و خصوصا جناب محمود شما میبینید که ویدیوهایی از بداخلاقی های نا نشر میشه که بدون شک در دست خود طالب ها است و طالب هایی که با همدیگر اختلافات دارن، با همدیگر مشکلات دارن، اینا کامره ها را در اتاق های همدیگر نصب میکنن و اون فیلم را میگیرن و او را نشر. ای ناشی از اختلافات داخلی خودشان است. و دیگه موضوع قدرت از جناب مامسیب آل خوینا فعلا امو مزه قدرت یا به اصطلاح شیرینی قدرت را چشیدن و میبینیم که تمام روز در عیاشی مصروف هستند، به خاطر جمع کردن پول مصرف هستند، رشوت میگیرند، تحفه میگیرند، سفرهای نادرست را داشته میباشند و همچنان دیگر قضایا. بنان در اینجا طالب ها آل فاسد شدن و این فساد بیخ بنیاد طالب از ریشه در افغانستان میکنه، به خاطر اینکه طالب های سطح پایین یا سطح متوسط که اینا را در طول 20 سال فریب داده بودن که گویا اشغال است و کافر است و مسلمان است، یا آل میبینن که خود رهبرای طالب ها آغشته تر از فساد جمهوریت است. اینا آغشته به فساد هم هستند و فساد اخلاقی هم دارن و همچنان خیشخوری قومگرایی. دیروز پریروز یک ویدئویی از ولایت وردگ نشر شده جناب محمود صاحب که شاید او را خودت هم بعد من شنیده دیدم. باشی. ببینین شما سطح نارضایتی را مردم به خود طرفدارای خودشان در خود ولایت غزنی، با من خودم رابطه ایره که با برخی از طالبان دارم، اینا فوق العاده ناراض هستن از طالب و بالاخره معذرت میخوام. این قضایه است که بدون شک هیچ کسی در افغانستان از این چشموشی کرده نمیتونه و از طرف دیگه وعده ها و دروغ هایی که اینا در 20 سال به مردم دادن، اینا در تقابل و در تخلف او قرار دارن. از طرف دیگه مردم گرسنه است، مردم پول نداره، عایدات اقتصادی ندارن، عایدات مالی ندارن، فشار بالای مردم است. میرفت یک جوان میگیره سرش تراش میکنه که تو مویایت زیاد است، و در حالی که افغانستان به موضوعات معیشتی ضرورت داره، افغانستان به خاطر درآمد اقتصادی و کارهای بسیار بنیادین ضرورت داره، به موضوعات مالی، موضوعات مسئولیت امنیتی، تمام دانشمندان و تمام اهل خبره از افغانستان فرار کردن. این چیزها رو اینا متوجه نیستن، اینا فقط نظر به متفکر خودشان به موضوعات بسیار بسیار خوب. کوچک و کوچک هستن. حالا پس این وضعیت که است در
مسکو او تو یک اتفاق افتاده در مشهد و دیگه شهرهای ایران به ترتیب دیگه تحرکات است. یعنی واکنش طالب چگونه است، چگونه خواهد بود؟ یعنی طالب چیزی نیست که، پدیده نیست که بیشینه و سیل کنه تا که موج مرگ به طرفش بیاید. اینا چی میکنن؟ جناب ماموس طالب از هم می پاشد، از بین میره، چون یک پروژه بود، پروژه است، پروژه می باشد. یک دو، طالب به خاطر حکومت داری نامده، به خاطر اداره کردن نامده و نه ظرفیت داره، نه اهلیت و نه ایمیتا. این خلاصه گپ و. ولی جهان از طالب فعلا بیزار شده، میبینن که هر نوع جهان وقتی که زمینه سازی کردن، ملاقات های مهم را در کشورهای مهم، در پایتخت های کشورها، برای در اروپا، در سطح آسیا، در سطح کشورهای عریب، برای اینا رو گذرد کردن، اینا رو تقریبا آموزش دادن، برشان گفتن که شما اینی مسیر است، این جهان از شما اینی چیزی را میخواد، کشورهای اسلامی یا کشورهای منطقه از شما اینی چیزی را میخواد. طالب به هیچ چیزی تن نداد، به غیر به منافع شخصی، چون با چین، با چین یک رابطه تجارتی دارن که موضوع پول از جناب ماموزه، چون که علی وقتی که اونا ذخایر را میکشن، اینا پول میگیرن، کلی گپش سر پول است، سر پیسه است. و قسمی که شما در جریان هستین، تمام سرمایه‌شان در پاکستان است و در کشورهای عربی، در دبی است، در اینجا هست، هم رهبرایشان فلان، رهبرایشان اصلا در این قضایا توجه ندارن، مصروف اونمو رقم جمهوریت وارد کاملا، رهبرایشان به نمو شکل اینا تبدیل شده و در اوج سرمایه گذاری کردن و اینا از افغانستان دل خود کندن، بله، بالاخره خلاصه طالب محو میشه، یک نسل نابود دیگه میشه. از فرعونای طالب به وجود آمده، مثل فرعونای جمهوری، حال فرعونای طالب. یعنی ما میتونیم اینو توقع داشته باشیم که در صورت وخامت وضع، به خاطر اینکه کنترل افغانستان از دست نره، یعنی جامعه جهانی به کمک کشورهای منطقه، روسیه، ایران، هند و چین، یعنی اقدامی خواد کردن، یا لاقل در جهت تشکیل یک حکومت ائتلافی نظیر او چیزی که در کنفرانس بن در 22 سال پیش مشاهده شد. یعنی بازم به امو خط میرن؟ با می یقین هستم، ولی برخی کشورها در مخالفت به این قضیه قرار دارند. بسط کل امریکا و اتحادیه اروپا به می قضیه اینا به اصطلاح دل بسته کردن که فعلا یک دو سال فرصت به طالبان داده شد تا اینکه مردم طالبان را به شکل میدانی آزمایش بکنند، که مردم آل دل سرد شد و طبیعتا آل محبوبیت امریکا تقریبا و محبوبیت کسایی که در عقب امریکا قرار داشتند رو به افزایش است. و شما سوال را که آقای تورسن در جرمنی از صدر اعظم جرمنی کردم، شما این خودش بازگوینده است که اونا و کل رهبرای جهان همین قضیه را میگن، میگن ما 20 سال فرصت بر شما دادیم، شما نتونستید، وقتی که نتونستید چرا ملامتی رو به گردن ما؟ و اگر از نظر عقل و منطق مادام فکر بکنم بکنه درست هم است، به خاطر اینکه ما اگر ریشه های این قضیه را فکر کنیم در سالهای 2001 2002 2003، باید خود افغانستان، خود مردم ما یک نظام مستقل و مستحکم را می ساختن که به این قضیه نمی باشه. به این قضیه درست است که امریکا اینا اهداف خود داشته، ولی جناب ماموس ما مسئولیت خود درست ادا نکردیم. موضوع قومیت مطرح بود، موضوع زبان مطرح بود، از سال 2001 تا امروز، و بالاخره افغانستان بعد از سال 2010 به سقوط مواجه بود، ستون 5 داخل بود و ناشی از امی قومگرایی و تعصب بود، ناشی از امی تبلیغات سو بر علیه هم دیگر بودند، اینا جواسیس را استخدام کرده بودند و فلان. این قضیه است. ولی جناب ماموس به سر کل ما براتون بگویم که غیر از پاکستان دیگر هم اکثریت کشورها میخواین که به مو بن دوم که به شکل بن دوم یک حکومت ائتلافی را بسازن که تمام در دور پیش هم دیگر جمع باشن، به غیر از پاکستان و چین. چرا که در تا جایی که من در جریان هستم، از نظر استخباراتی بسیار به شکل مستتر و مکتوم و پنهان، چین پاکستان در قضیه افغانستان به یک دیدی دیگری دارد. اینا میخواهند که هیچ نوع رابطه افغانستان با امریکا و کشورهای ناتو و دیگر کشورها نداشته باشد، فقط تحت تاثیر و در خدمت چین باشد. و از نظر سیاسی، از نظر ایدئولوژیکی، پاکستان با این کشور چی داشته باشه، مراقبت داشته باشه، ولی از بله، نظر تکنیکی و از نظر اقتصادی چین، چون چین و پاکستان در این توافق کردن جناب محمود صاحب که افغانستان دوباره ما به امریکا و به روسیه و به هیچ کس دیگه واگذار نمیکنیم، و به این خاطر است که امیت یک آجنده وجود داره. اگر بتانم، چرا اگر بتونم افغانستان یک استخوان است که هر گلو را پاره میکنم، اگر
از گلو و پایان رد نمیشه. با تشکر از شما جناب آغاز از توضیحاتی که دادین، از بررسی وضعیت و ای که در آینده احتمالا چه اتفاقی میفته و چند چون تشریح کردین، از شما تشکر میکنیم. از بینندگان عزیزم شکرگزار هستیم تا این لحظه ما را دنبال میکنن. موارد مهمتر از زیر از زوایای ویژه‌تر بازم در برنامه آینده پی خواهیم گرفت. تا بعد.